یعنی این دیده داشت. سلام عرض شد، کیارم هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه. آرزم خدمت حضورتون که من زیاد بلد نیستم صحبت کنم، این متون اونجوری ارائه می‌کنم. خب اولا یه تشکر بابت برنامه یه خوبت، فقط اجازه بده که بنده حرفم بره تو بیت. مثل خواهد بودن در واقع یه نوره، مثل بقیه بودن میکنه جهواره به گوره. هوا جارو میکنم تو حلقه هم فرو گرز عدف واسه بیننده آفر بردو یا رپم همون که شانس از دست رد تو رونگه مذرت تو مرتش برنامه رو کنسلم تو بوله. همیشه تو لباس گشاد موامو میبندم رو سرم، اگه بزار کلامش دام بازه میتونی بکنی نظاره، اجازه بدی میخورم این بیتو مثل سزار خوره. خلاصه شروع کردی من نود و یک دور زومم پوره، تایم داری همه رو چک کن اگه بیس نیست انتقاده را دست میداشی بیزم و ترک که بیسند و پلی کن. انسال اینا تو گوش باست آفز اسپاریفای یوتیوب سانکلاد پخش، انگاری با موتون کار چاپ کردم باستتون با توتون خانسار است. خیلی ممنون، خوشحال شدم از دیدنتون. البته دیدنتون که منظورم این که خیلی خوشحال شدم که دیدید منو، یعنی دیدم بلش کن دیگه. حالا کلن خیلی ممنون، تا کریم. سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام هم اینجا کوکتل تیوی و امروز اومدیم با یه اخبار رپی دیگه رو میخواییم بررسی کنیم، اخبار یک هفته گذشته رپ فارسی رو. اجرایی که اول دیدید از کیا رپ بود که به صورت اختصاصی برای ما درست کرده بود و اجرا کرده بود. دمش گرمی، خسته نباشید میگم بهش. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید و اگه رپ کن هستید دوست دارید اجرا به صورت اختصاصی برای ما بکنید، میتونید با من تو دایرکت یا ایمیل در ارتباط باشید که با هم به نتیجه برسیم. دمتون گرم. صحبت اضافه دیگه نمیخوام بکنم جز اینکه لایک و سابسکرایب یادتون نره و میریم واسه اولین اخبار 1400 و میریم که داشته باشیم. استوری رو داشتیم از امین منیجر سهراب امجی که اعلام کرد زاخار اصلی که آلبوم امجی هست 12 فروردین بالاخره بعد از این همه مدت قراره که پخش بشه. امیدواریم که خبر نهایی باشه. البته خود امجی اینو ریستوری نکرد، به هر حال منتظریم ببینیم که 12ام پخش میشه یا نه. خب درباره بتل خیلی هاتون میدونید قراره که بیاد، قبود هفتم یعنی امروز بیاد که دارید این اخبار رو میبینید و خب بتل برای فروش رفت. حالا ویدیوهایی که برای فروش بوده و هم میبینیم، بعضی ها میگفتن آقا چرا فروش و این داستان ها، فروش این کار یه فرنگسازی قوی بود برای اینکه هر پولی که جمع بشه اسپاتیفای خریداری میشه، اکانت اورجینال یک ماهه اسپاتیفای خریداری میشه و قوره کشی میشه بین خریدارا بهشون داده میشه. تا الان استقبال به شدت زیاد بوده، تعداد اکانت های بسیاری داده داره میشه، تا الان 300 تا اکانت داده شده و قرار خیلی دیگه هم داده بشه. خیلی خبر خوبیه، فرنگسازی بزرگیه و امیدواریم که حالا بیشتر هم شارتسه دیگه هم بکنن این کارو. یه خبری که میخوام بهتون بدم اینه که کار رو اسپاتیفای آپلود شده، یکم اسپاتیفای اینو بالا پایین کرده، حالا متاسفانه یا خوشبختانه دو روز دیگه قرار پخش بشه، یعنی 29 مارچ و میاد و لذت میبرید. میریم با هم ویدیوهای خشار اس آر و پوریا پوتک رو میبینیم که درباره فروش این داستان صحبت کرده بودن. بچه ها امیدوارم که حالتون خوب باشه. من و پوتک به کمک منیجرمون تونستیم به یه تصویر مشترک برسیم و قراره که بتل رو بذاریم برای پیش فروش، نه برای اینکه درآمدزایی کنیم بلکه برای اینکه فرهنگ سازی کنیم. اونم چیه؟ برای اولین بار تو ایران ما با پیش فروش این بتل میخوایم بین کسایی که خریدن قرعه کشی کنیم و بهشون اکانت اوریجینال اسپاتیفای بدیم. پس برای حمایت از هنر مستقل و جا انداختن فرهنگ استریمینگ میتونید از این قطعه حمایت کنید، کل پولش اکانت اوریجینال اسپاتیفای قرعه کشی بین کسایی که میخرن. واسه اولین بار برو بریم. درود به همگی بچه‌ها، سال نو همگی مبارک. بچه‌ها همونجوری که می‌دونید بتل 8 فروردین میاد بیرون. طبق صحبتی که بین منیجر من و منیجر خشارسا صورت گرفته، تصمیم برای این شده که بتل رو بذاریم واسه فروش. ولی درآمدزایی کل این بتل هیچ چیز به ما نمی‌رسه و قراره برای اولین بار یه فرنگسازی صورت بگیره بین کسایی که آلبومو می‌خرن. کل درآمد حاصل از این بتل قرعه کشیشه و اکانت‌های اوریجینال اسپاتیفای بدیم که این برای اولین بار تو ایرانه. لینکشو می‌ذارم این پایین تو استوریام هست. دم همتون گرم. عشق. یه اتفاق عجیب غریب داشتیم، تو از سرکای آلبوم جواز از سانکلاد پاک شد و حذف شد. یک سری توییت رو زد سعید دهخان در رابطه با این داستانو صحبت کرد. البته که سمپلینگ هیچ اشکالی نداره، اما یه سری قوانین داره که باید
رعایت چه. حالا من نمیدونم قوانین رو رعایت نکرده بودن که پاک شده یا تعداد ریپورت ها زیاد بوده. حالا باید ببینیم با پیگیری هایی که میکنن آیا آهنگو برمیگرده یا نه. توییت های سعید دهخان رو هم میبینیم. شاید موجامایزد خیلی هاتون بشناسید، یکی از رپکنهای نسل دو بود و اینکه یه سری همکاری هم با حسین داشت، آهنگ چالیم دو که خیلی ترکیده بود و تا یه سری استوری و اینا که گذاشته مثل اینکه قراره برگرده، مثل اینکه قراره تیم رپ لرزه برگردن. خبر باحالیه، بعد ببینیم که مثل قدیم هست کاراشون یا نه. بنده که به شخصه خیلی منتظرم ببینم ترکاشون چجوریه و پخش میشه که پخش میشه و از این داستان. چالش توی سوخت میاد جای بخیا هست، هی زور میزنن ولی نتیجه ها بد. الان خیلی ها میخوان شبیه ما شن، دیگه دوستا زیاد شدن غریبه ها کم. آلبوم بادبان از ترامون هفته پیش معرفی کردیم که قرار بود بیاد، به نوعی وریوس آرتیست. چند تا تیزر دیگه ازش پخش شده، تیزرها رو با هم میبینیم. اینم بگم 8 فروردین قراره که ریلیز بشه. ترس غرق شدن تا آرزوی پرواز، دریا از مسیر پرده برداشت. دیدم آب شد سنش زد. من بادم آزادم بذار. کور خوندی کور تا وقتی نگی چطوره، دروازه های این موجا بکنم و بور. روی قایقم یکی باش ساده شکل من که نمیبینم توی وجودش از ترس. فاصلش خیلی ازم دور بود، دریا و تور خون بود. دریا سینا با یه پست استوری خبر از پیش فروش آلبوم جدیدش به اسم خاص داد. میتونید برید از سایت پرشین رپ خریداری کنید، لینکاش مثل همیشه توی دیسکریپشن هست. لیتو با یه استوری خبر از آهنگای جدیدش داد که قراره به زودی پخش بشه و به نظر میاد ته حرفایی که زد ممکنه فیت باشه اما نخواسته لو بده. به هر حال استوریشو با هم میبینیم. داداشتون سنگین روی کار، بهتون بگم که دو سه تا کار نابول تو راه سلاطین گنگ. خب چند وقت پیش بود که آلبوم این بالا از زدان معرفی شد توسط خودشون. تو هفته گذشته اولین آرتیست این آلبوم هم معرفی شد که بهزاد لیتوه. امیر اپیکور با یه وایس توی کانال تلگرام اپیکور اعلام کرد که آهنگ جدیدی قرار از اپیکور بیاد که حسین سراج هم اون تو حضور داره و خیلی خبر خوبیه. خب حسین متأسفانه خیلی وقت از دست دادیم و دل خیلی واسهش تنگ شده. جای حسین هم خیلی خالیه، البته من حسش میکنم، ما همه حسش میکنیم، قطعا پیشمونه و اگر هم چیز جدیدی خیلی وقت ازش نشنیدین به زودی خواهید شنید. میریم جلو و میترکونیم و این مسیر رو ادامه میدیم. یه میز چهارپایه رو شما فرض کنید یه پایش کم بشه، اون از اول چهارپایه بوده و رو اون بنا شده. قطعا وقتی یه پایش کم بشه خب اون چیزی که قبلا بوده نیست، ولی ما سعی میکنیم که حفظش کنیم و به بهترین نحو ببریم جلوش و این راه و این مسیری که با خودش ساختیم و پیش ببریم. مور با یه استوری خبر از آلبوم بلند جدیدش داد که قراره تو تابستون پخش بشه. علیرضا با یه پست خبر از آهنگ جدیدش داد به اسم پسکو. دنیا رو گشتم من، نیومد چیزی دستم من، فهمیدم عشقی مثل تو دل منو نشکست. نه و
ترک بشنو رو داشتیم از بهرام. بشنو ترک با من بیا از آیسم و کچی بیتز. خاطرها میدن بد جوری بی خوابی، وقتی هنوز یادم من بیداری، میخوام تن تو. اولین سینگل ترک آلبوم فرشته رو داشتیم از امیر تتلو که تحت لیبل یونیورسال موزیک پخش شد به اسم برو بذار منو. ترک 1400 داشتیم از یاسر بینام و فرزین هوگو، اگه اسمشو درست تلفظ کنم. یه نکته ای که داره این موزیک اینه که بیتش، ملودی که توش استفاده شده و کلا بیسش بیت آهنگ بال از تی آی و لیل وین، اما هیچ جا اعلام نشده. ترک NTPM رو داشتیم از تی ام بکس. فقط این تیپی ها دارم همه رد دادن و خورن، تو این ملوکا تو به میای کلم، تو به میای کلم، این تیپی هم کلم. ترک دوری و دوستی از فلاکه. منم میبینم دلم میخواد، دوست دارم بشینم خونه، پولم بشن زیاد، هر کی رو بخوام بگم میاد، تو هم عکسمو قاب کن بزن دیوار، کلی عرق میکنی تو شبم میدوی، یه حرکت میکنن تو نشن جلوی، یه مشت میزنم دو تو چکم بخوری، بعد نفس ببری تا فشم بدوی. درک ستیق از رز و سفیر. مشتری یا پول ندارم، پول بگیرن قرض، طول کوتاه رفاه با سود ارز، در نمیاد به انشا اخوا یا که ارزا، به جاش ششاد میبینه مثال تا بدی رضا، کشته ها جنا زنده ها اجا زه که چجور جور کنن واسه بدن نجا. درک اندازه آسمون از ویناک. این عبرو نواره جای توفون، اصلا همه چی فدای تاره موات، گفتم چقدر منو میخوای، اندازه آسمونا تو چیلا بود، اندازه کل سیاره های اونا. بین ما دوتا از دانیال. قلم خیر کش میکنم شب و روی ورقه، به یاد آبشار سیاهی که بود توی کمرت، هنوز توی سرمه بوی پودر بچه ای که میداد توی بدنت، اشتباه میکردم مرام تین من نبود، پیدات میشه تو ذهن من هنوز. ترک دوستم نداشی از پی دی سی و علی پاشا. عشق تو میچینم کلم، آره شده وقت رفتن، اک بلد راهمه که بلد نیستم، نمیتونم فاصله بگیرم ازت بیشتر، ولی جوابم و دودی بایی فقط نیشخم، ببین آدم و یه روز یه و عوض میشن. زرنیخ از محمد بیباک. خوبن ولی درد نه، من کوستم درنده، روحم همه چرندم، زالو مکنده، چند بره زده روی یه قرم دوزارت، دایرکت بدی نمی کنه فوش باره، پوز میده با پولی که باختی بهش، مرد باش این کجا پوز داره. اولی سینگل ترک آلبوم روانی از کنیس رو داشتیم به اسم هی غصه. یه اتفاق عجیب داشتیم امروز 5 صبح، ترک پخش شده از تبهکار، داریوش تبهکار به اسم پیروزی، که به نظر میاد یکی از آهنگاشه که پخش نشده بوده تحت لیبل ملتفت، چرا که توش اشاره ای هم به ملتفت داره. فرو پاشی سلط بنجد دولت با یلت، کل مال و اموالم را بانک دار ببر، خوب آگو هم وصل مالت به جانت، کنید کاری که کاروان را کافر دایت، خواهند ادامم تا برسم به مرجع. ترک ماشین بغلی ها از بوم باکس داشتیم که میتونید از سایت خودشون خریداری و گوش کنید، فعلا پخش عمومی نشده. در به من دیره پای تخت کرد موزیک ویدیو بیبی رو داشتیم از توهی و کاستی و جادور، اگه اسمشون رو درست تلفظ کنن. بیا بدبم لاف بیبی، با تو من دارم را خیلی، عجسمان ما آیو. در جواب به اجرایی که اون تو خلصه دیس کرده بود رضا پیشرو و سینا سایی رو، علی اوج اجرایی پخش کرد و دیسپک داد به خلصه، با هم میبینیم. یا 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 یه روخای مانی شو میای واسه فید، چون ما تا بالای کاس بی نوی پاس فید، هیچ کدومتون نیستیم واقعی، یه مون شهمقیم که تو لباس رفال بیم، نداری نصیب پاک دانشی، ما گسه خار پیر ولی سلطانشیم، پس دهن تو به بند و سبسه نکن، با چرا تو بریز دو شعرش نکن، جوری چه
جل میدم به میگن جلاد جلاد هیپ هاپ هم فریاد فردا اوچی میشه نماینده میسله استوری فقط در آهنگه جرم تو اندازه مسخاله و صحبت نمیخوره پنوانده نمیشه آرزو در آورده کلماتم آتیشی فضا رزبه سر و بند و پایین چونی دیگه بس بالی گوبی بهتره که پاپ خونی برقصی واسه تو مهمونی اینجا جای تجاریانی همه ترابرازی همه اداری یا سیک چاقی گزم مثل سلو ملانی ولی ما شر رو میکشیم میچاقیم با تیر وقتی ما داریم فرهنگ میسازیم شما داریم ملت رو میچاقیم با تیر حالا بیگا پاس بنز تو بده بنزی که نداری قصد تو بده واسم فاس جون و دل نزن بیگا حاجیر اینجا حس تو بده بگو لی بیگا برا تکس تو بگه برو پای یوتیوب و ویس تو بده بگو جنس هم نی جنس تو بده آخه کی یه چاقال اینجا دل به تو بده زنی چاقی بزن یکی دیگه از قسمت‌های آزمایشگاه رو داشتیم با اجرای اسلش. من هرچی بخوامو میارم به چنگش میفهمه چی میگم آدم زرنگش بگو کی سمت من لوله یه تفنگش با پنبه سر میبارم نمیرم به جنگش من میدونم چرا این خیابونا بو میده من میدونم که کیا کشیدن به گندش کیا میان اینجا با دیوارا رو میسازن کیا میان اینجا شبا میزنن رنگش اجرای نقشه رو داشتیم از سجادی وقت یادم نمیره کیا بود دنه دادم پریدن یادم رفتن توی برنامه امنی برا اینجا بودن کردم چند سال تمرین الان آمادم و پر انگیزه باید بشنوی اسمم و هر جا رفتی نمیرم زیر حرف زور نمیکنم کاری که بیاره خجالت برام قول دادم به آدم تو آینه بهترین رو بسازم براش اجرای دیگه نمیبینم تو داشتیم از مهیار. خب همونطور که میدونید تازه از لیبل اصلی اومده بیرون، خیلی ها میگفتن که این دیست شایعه است، اما خودش یه سری توضیحات داد، استوری گرفته گفت اینطور نیست. با هم اجرا و استوریاشو میبینیم. سلام رفقا، مرسی که ویدیو رو حمایت میکنید، امیدوارم دوست داشته باشید. آقا یه سری ها میان کامنت میذارن دیس به ممرزا شایه است و این داستانه. آقا ممرزا شایه خانواده منه، برادر بزرگ منه، من هیچ وقت همچین کاری نمی کنم. این کار دیسلاوه، هیچ مخاطب خاصی هم نداره، لطفاً حاشیه نسازید. دمتون گرم. اجرای داشتیم از ددان از ترک میخوام برگردم. یا اته میخندیدیم زیاد به هر جا کامون نفهمیدم عمره که اومد و رد شد آروم همه لبخنده رو صورت و پش مرد با اون دلم یه ذره شده قرد تجاین تاون واسه چشمای ماه توی شب تاریکم واسه حرف تو که نمیشه اصلا جایی زد واسه وقتی که عاشقی و نشکاری کم چرا نمیرسم بهت با سرچی را میرم هر کاری شدم من از وستی صدا گور میشدم میکردم وقتی که نگات بعد چند سال تو خوابم هستش تصویرت به جا توی اون به چشماتشم قربی که نجات نبینم تو بمون اینجا به جاد من میرم میدونم خیلی براد الان قریبم کاش میشد تو هم بر نگشتی ولی من اجرای رو از تست داشتیم به اسم سال نو مبارک. میگن گرفتار تکراری بسته دیگه شب زمستون اجباری امید به بهاران خیالی کمی شادی همی بیخیالی من به کرات نموده دست های لرزان مردم این خواب و دیدم چون تناب جارو دیدم دوره گردن بیگناه و دیدم تو ندیدی که راحت میخوابی غافل که تو پل و زنجیر و زندان این سلامتی عید بیمزار و ارواح معتقد به حقوق انسانی من حرف میزنم با شعر حرف میزنم تو گفت حیف نمیدونم سهر که دیگه حرف نزنم با غیب تکرار من از کابوسمه یکی تو هم به چاکرام چاقو زده انگار جنگ تو آزادی قانونمه به شرط بودنمون تا با بودنت نقشه های خیالی فت نکنیم دوباره گول چرخ و فلک نخوریم از ظالم پیروی نکنیم از آزادی نگیم تا یکی نشدیم سال نو مبارک. و
در آخر اجرای جدیدی داشتیم از پدیای. یه روزی میشه یه خبرایی دیگه، نه سرطانی نه تلفاتی، نگران هموطنایی. یه روزی میشه یه خبرایی، همه میشیم بنی آدم. من امروز هستم، یادت بگو امروز هستی آدم. یه روزی میشه یه خبرایی که دشمنمون میشه مهمونمون. یه رو که زور پول کم میشه میاد یه روز خوب، دوست و دشمن غریب آشنا همه جمعیم دور هم و صرف کم. و نگران مریضی نیستم چون که شده قرص دلم، توری جاری نفس حق، زندگی گرفته مرض غم. شده الگو نسل دهه 90 واسه چند قرن بعد و بغل هم. تور و ساتو چیدیم سر سال سفره رو با سمن و تزدینش، میکنیم میشینی دور هم یه دقیقه هم سکوت واسه حفظینش. استوری هایی رو داشتیم از آرما که توضیح میده چرا تأخیر خورده آلبوم انیشتین. سلام، امیدوارم که امسال همتون بهتر از هر سال شروع کرده باشین و سال خوبی باشه واسه تون. من میخوام سریع سری توضیح راجع به آلبوم بدم، راجع به تأخیری که خوردیم. من بعد از همه اونایی که آلبوم رو خریدن من معذرت خواهی میکنم بابت قولی که ما بهشون داده بودیم که زودتر از این حرف آلبوم به دستشون برسه و نشد. در صورت ما دم مرحله پخش دو تا ترکمون برگشتن واسه میکس و یه سری تصمیم جدید راجع به آلبوم گرفته شد که موجب این تأخیر شد. دم همونه ایگم که درکمون کردن و ایستادن. امیدوارم بتونم با ایستادناتون رو جبران کنم با تلاش خودم دیگه، با اون کاری که میتونم میتونه بهتر کنه این آلبومو. آلبومی رو خواهیم داشت از روحی که یکی از استعدادهای آهنگسازی مونه. شما میتونید برید به ایمیلش و کاراتون رو ارسال کنید، با اونا که خوشش بیاد همکاری میکنه. به نظر پروژه باحالیه. با هم میبینیم توضیحات خودشو. سلام، شاعر روحی هستم، تنظیم کننده و آهنگساز. در حال تولید یه آلبومی هم که توش با خیلی از بچه های خوب و با استعداد و قدرتمند همکاری داشتم، تصمیم دارم که یه استعدادیابی بکنم واسه این آلبوم و کاراتون رو بفرستیم گوش کنم و بهترینش رو انتخاب کنم و توی یکی از رکای این آلبوم باش همکاری کنم. حالا مهم نیست پرودوسریم، مهم نیست که رپریم، هرچی. کارتون رو برام بفرستین با آدرس ایمیل و شماره که براتون پایین میذارم. عمر گوش میکنم، یه ویدیو میگیرم و میذارم. بهترینش انتخاب میشه برای حضور بچه‌ای و کاملا فری توی این حال. دمتون گرم. ترم همیشم نفس آخر کدوم من هستم عبدیشم بالاخره انسان میام بیرون از این در باغ وحش. در جواب دیسترک آرش سرطان که اسمش علی چایی بود به علی تی هم ترکی رو پخش کرد به اسم بواسیر که دیسبکی بود به سرطان. با هم میبینیم. سرطانم باشی من شیمی درمانی، کیرم راست کنه رو تو میگیرم گایی، تو پرفندت چیا ببینم داری، زندانم که رفتی ولی زیقی شهر داری. منم بودم گایده میشدم حق داری، دست و پزاری تو بازی بمونی چند ساری، خواهی مالی کری با کوری بخونی چند باری، حالا بی با من چقاله ننه هر جایی، همتون رو هم یابجی نمیشید، حواست باشه به پایی که بپیچی با عرض پوزش از LGBT یا ولی اوب داری خوشت میاد تو گایده که میشی برده آتتون جاده واسی سو گرگان نه سان فرانسیسکو بی تو گایده باز ویسکی صدام هست تهران پلاک بیست و جایین که ماچ کنی دست منو میخوای با من بذاری سر به سر و کون بچه من میذارم سر به تهت خیس میکنی ببینی عکس چک و ده تایی با هم یه کمپوت نمیتونید با کنید اصلا نفهمیدم شما چاقاله که لات شدید عکس کینات همه جا پخش پیرمن تو این بازی دقیق داری نقش کیرمن کستن انتون با تایی دست دار برو رادیو جوان هون بالا عکس ماست خواستی خودت بیا بزن سر به ما نیا این دفعه خودم میامیدم دست سات. همچنین در جواب به علی تی یانگ سادن هم اجرایی رو از خوش پخش کرد به اسم مرحبا. پیش خودت میگی من کیم، فردی که از گم رو تو کلی رفت سده واقعی بودن ترچی همچه خوش گلی مثل تو میکنه تحریک هم که ما بالا سر دو سر سبیلی تو رو تو شهر ندیدی، آدرس بده بیام با تبریز یا گردبیلی، جون بده دستم اون که پنبس اینقدر نکو گنگ 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 نمیشی با تد نه من توی بندر هشت فروردی میبینم به تر هشت من قبلتم کندم من قبلا سر سنگن پفتن. تکی پکی رو داشتیم از هیپاپولوژیست و چرسی با آهنگسازی کاگان.
میام رو بیت کاغانودی سری تنمون شروع در میارم بیرون فنی پکمون یه چی میسازیم شمال برات ندیده ترون تو یه ساعت تموم بکنین تکی پکتونو نمیتونی واسی جلو من میمالم به تو نمیخوره به ما بیفونسی سرف تو بکشیم بیرون میخواب گلوله سرتونو نه نیان دیدنمون اگه کمه کشتونو اترا میارم واسمون انرژی کار ترکا میاد بالا فقط بگا بده تانک. اجرای حقایق داشتیم از سزاوار. نکته جالب این بود که بهرام نورایی از این اجرا حمایت کرد. میشنوی پاپ واقعی رو از کف ترون اونجا که تره چشاپه پولم توی میدون آدماش عبالا با حاله تو زندون همه تو رو کود فمن تو گخوری ارکو تو کجاشو دیدی میخونی ازش پول ویزاتو میدی میپیچی میگیری یقب فیری که هیپاپو میگیری میشینی میگی همش مال توه دوتا مثل تو رو میکنیم یقش درک بی سیاستو داشیم از کیارش. منم یه بی سیاست همونی که دست رد به تیزی ها زد همونی که روی بیتا کیمیا کرد دورم پر آدم های بی لیاقت پیدا نمی کنی همه بی ریاته بگو بین این همه دروی شیری یا خط اولش لفظ میان که میری تا ته دوره پر آدم رش و نوش تیری پا ته درک بدبی رو داشیم از ریری. همه جایی نمی بینی منو زنگ زنم میگریدی الو چون همه دوست دارم سیری پمو همش منتظره اینم ببینم چی میگم. رو ترک بزار بگم و سرم شلوغه از اسمین. کار ما واسه بچه های با عجبه ریم با هر سر صدا بشه ترپ ایران دست ماس بسه تشکیلات داریم قد ست لیوه نمیخوره به مود قم داشتن بزن بریم واسه برد سورم شده با حسابم و پول با خونه پر گوز مخم مثل دریا سونه پر موج تو شهر دور میزنیم و رول رول با آلبوم یه جای دور رو داشتیم از مستر کیارش. بگو چت شده بیب آخه جدیدن و عوض شدی خیلی شده خندهات فیک اگه میری برو نداره هیچ عیبی شب و منتظر تکس تو بیدارم با این که میدونم تکسی نمیام به هم میگفت هیچ وقت تنهات نمیذارم الان رفته منو یادش نمیام بیا دوباره تو برگرد میشه برگردی بگو کجایی تو سرگرد دستا تو به من آروم تو بغلم چشما تو به من بیا دور باشیم و بقیه یکم بده دستا تو محساس و برم من مثل عبر تو دستای باد مثل برگ روی موج بی تو تا همیشه اما میام. ای پی دوایس ای پی رو داشتیم از دوایس که یک رپ کن ایرانیه که به زبون انگلیسی رپ میکنه کارش به نظر من باحال فعلا از ساندکلاد آلبومش پخش شده و در روزهای آتی از اسپاتیفای و بقیه پلتفرم‌ها هم پخش میشه. درام کیت MVP رو داشتیم از اشکان کاگان که از سایت خودش پخش شده میتونید برید رایگان دانلود کنید اگه آهنگساز هستین و درام کیت لازم دارید خبر خوبیه حتما یه سر بزنید. خب این بود از اخبار رپی این هفته امیدوارم لذت برده باشید انتقادی پیشنهادی دارید حتما بنویسید بطلم در واقعش توضیح دادم به زودی پخش میشه تا اسپاتیفای بده بالا میاد بالا و مطمئنم که حال میکنید باهاش. خلاصه که دمتون گرم است که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون همیشه توب خوب عالی بوم باشه تا ویدیو بعدی سی یو سون.